ادامه خبرها. یک روز پس از پایان دوره چهارم گفتگوهای رژیم با کشورهای پنج به علاوه یک در ژنو که این بار با معاون کاترین اشتون و معاون وزارت خارجه آمریکا صورت گرفت، قطعیت اجرایی شدن توافقنامه اعلام شد. این امر بحران درون رژیم و جنگ گرگ‌ها بر سر توافقنامه و جام زهر اتمی را تشدید کرد. به گزارشی در این باره توجه فرمایید. توافقنامه اجرایی که به قولی تفسیر توافقنامه ژنو است، حدود 30 صفحه می باشد که 10 صفحه آن مهم است. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد این متن را برای اطلاع افکار عمومی و همچنین نمایندگان کنگره منتشر می کند. ولی عراقچی معاون وزارت خارجه آخوندها رسما اعلام کرد لزومی به انتشار این سند نیست. برخی از رسانه‌های رژیم این سوال را مطرح کردند: علت عدم انتشار متن سند تفسیری چیست؟ و اینکه تیم نظام همانقدر که با غرب صادق است، باید با ملت ایران هم صادق باشد. یکی از سایت‌های حکومتی در 23 دی ماه به نقل از محمد جواد لاریجانی نوشت: در این تفاهم‌نامه نظام بدهکار شده است. هیچ نهاد در نظام و دولت تعهدی به این سند ندارد و مورد پذیرش نیست. قبل از این موضوع باند خامنه‌ای در مجلس ارتجاع اعلام کرد یک هیئت نظارتی در ترکیب تیم هسته‌ای و بالای آن قرار می‌گیرد و اینکه پرونده هسته‌ای از وزارت خارجه به شورای عالی امنیت ملی رژیم برگشت داده می‌شود. در همین رابطه روزنامه واشنگتن پست نوشته است: سخت سران توافق ژنو را جام زهر خواندند و با ظریف و روحانی در رابطه با توافق ژنو در ستیزه هستند. آنها میگویند توافق ژنو کاملا حق غنی‌سازی را له کرده است. ظریف و روحانی مأموریت دارند سعی کنند سخت سران را قانع کنند که در مورد حاکمیت ملی سازش نمی کنند. ظریف وزیر خارجه آخوندها نیز اخیرا گفته است: مسئله توافقنامه ژنو در ایران هنوز کار زیادی دارد تا اعتماد کسب کند. یکی از آخوندهای حکومتی در قم مطرح کرد: شرایط توافق ژنو درست نبود. آنان دارند به ما بخشی از پول خودمان را مثل کسی که مغروز هستیم به خودمان می‌دهند. یادآوری می‌کنیم که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد طبق سند اجرایی شدن توافقنامه، نگرانی سنا و کنگره در مورد توافقنامه ژنو برطرف می‌شود. به این ترتیب که رژیم کلیه موارد در توافقنامه شامل تعطیلی غنی‌سازی 20%، تعطیلی آب سنگین و محدود کردن سانتریفیوژها را از 20 ژانویه اجرا می کند. آمریکا از لفظ برچیدن برای تأسیسات اتمی رژیم استفاده کرد که این امر نیز واکنش رژیم را به دنبال داشت. طبق گزارش‌ها در صورت اجرای توافقنامه توسط رژیم، آمریکا کاهش 20% خرید نفت از رژیم در هر 6 ماه را متوقف می کند. ولی صادرات نفت رژیم در سطح فعلی، یعنی حدود 1 میلیون بشکه در روز، باقی میماند. ضمناً آزاد شدن ذخیره 4.2 میلیاردی از پولهای رژیم به رقیق کردن 196 کیلو اورانیوم 20% غنی شده توسط رژیم مشروط شده و چون رقیق کردن نیز زمان میبرد و در طول 6 ماه انجام میشود، پولهای رژیم در 8 قسط آزاد میشود که اولین آن در ماه فوریه خواهد بود. دور بعدی مذاکرات کشورهای پنج به علاوه یک با رژیم ایران بر سر برنامه هسته‌ای رژیم به ماه فوریه موکول شد. در دور جدید گفتگوها، کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و محمد جواد ظریف وزیر خارجه رژیم آخوندی دیدار خواهند داشت. دیپلمات‌های ارشد اتحادیه اروپا و کشورهای پنج به علاوه یک ابتدا قبل از اجلاس دستور مذاکرات را در خواهند آورد. روز دوشنبه ظریف توافق بر سر اجرای قرارداد را راهی سخت و طولانی توصیف کرد. رژیم آخوندی تکذیب کرد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دفتری در تهران بازگشایی می‌کند. بهروز کمالوند سخنگوی سازمان انرژی اتمی رژیم گفت حضور بازرسان یا نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در راستای اجرای توافقنامه ژنو به منزله استقرار این افراد در ایران نیست. موضوعی که روز یکشنبه در برخی رسانه‌ها از جمله رویتر در مورد راه‌اندازی دفتر نمایندگی از سوی آژانس مطرح شده بود، از جانب ما تکذیب می‌شود. آدام ارلی، سفیر سابق آمریکا در بحرین، به تلویزیون CNN گفت:
در وهله اول تحریم ها بودند که رژیم ایران را به پای میز مذاکره آورد. تحریم ها از روی رژیم ایران برداشته نمی شوند. هنوز تحریم های زیادی وجود دارند. این معامله که توسط کشورهای پنج به علاوه یک اعلام شد، فقط تحریم های بسیار محدودی را لغو می کند. I would argue, however, that the reason we have this deal is because sanctions were there in the first place. That they are what brought Iran to the negotiating table. That's number one. Number two, let's be clear, sanctions aren't being lifted on. روز دوشنبه دولت اوباما در مورد گزارشاتی مبنی بر مذاکرات فروش نفت در مقابل کالا بین رژیم ایران و روسیه اظهار نگرانی کرد. کتلین هایدن سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید گفت ما درباره این گزارشات نگران هستیم زیرا که تحریم های آمریکا را سوراخ می کند و جان کری روز دوشنبه مستقیما نگرانی ما را در خصوص این موضوع با سرگی لاوروف در میان گذاشته است. به گزارش CNN یک عامل رژیم آخوندی به جرم جاسوسی و ارسال مدارک سری نظامی به دیکتاتوری آخوندی در آمریکا دستگیر شد. این گزارش می‌افزاید فرد دستگیر شده متهم است هزاران سند و مدرک از برنامه تولید موتورهای جت جنگنده F-35 را برای رژیم آخوندی ارسال کرده است. محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس ارتجاء در جریان تصفیه حساب‌های باندی گوشه‌هایی از دزدی و چپاول افسارگسیخته در رژیم آخوندی را برملا کرد و گفت برخی وزیران سابق به برکت مسئولیتی که بر عهده داشتند امروز به سرمایه‌داران بزرگی تبدیل شدند و قوه قضاییه هیچ اقدامی در رابطه با آنها انجام نداده است. اگر مسئول برجسته کشوری اموالش به صورت فوق‌العاده افزایش یافت و در مدت مسئولیتش به ده‌ها برابر درآمد متعارف خود دست پیدا کرد، هیچ پیگیری و برخوردی با این افراد نمی‌شود.